سرخط خبرها. آغاز کار پروژه تولید 22 میگاوات برق آفتابی در کابل. معاون اقتصادی رئیس الوزرا میگوید که این پروژه اتکا به برق وارداتی را کاهش میدهد. افغانستان له پخوا راهیسې په وارداتي برېښنا متکی دی او زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کیږي. برگزاری نشست کمیسیون سیاسی امارت اسلامی. در این نشست در کنار مسائل داخلی و منطقه‌ای در مورد تحکیم روابط با برخی کشورها نیز گفتگو شده است. در راستی که در سیاسی کمیسیون غړو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز کاري په سیمتون کې پرته او د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مولوی محمد ابراهیم صدر هم حضور درلودی. د افغانستان او سیمې په سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. خوشبینی ایران از تأمین حقابه این کشور از افغانستان. ایران در سال گذشته آبی 300 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. و ادامه حملات شدید اسرائیل در لبنان. حزب الله میگوید که اسرائیل سرانجام شکست خواهد خورد. به نام خدا با عرض سلام وقت بخیر. به خبر 8 خوش آمدید. امروز سه شنبه 17 میزان سال 1403 هجری است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. کار پروژه تولید 22.75 میگاوات برق آفتابی در کابل آغاز شد. معاون اقتصادی رئیس الوزراء با اشاره به ارزش انرژی پاک میگوید که در افغانستان یک پروژه انرژی پاک در حال آغاز می شود که نه تنها در بخش حفظ محیط زیست مقاومت کشور را افزایش می دهد، بلکه نیازمندی افغانستان را مرفوع می سازد. با گفته عبدالغنی برادر، این گونه پروژه های تولیدی برق می تواند به صورت تدریجی اتکای افغانستان به برق وارداتی را کاهش دهد و آنان در داخل کشور از منابع موجود نیازمندی های خود را مرفوع سازند. کار عملی پروژه 22.75 میگاوات برق آفتابی در ولسوالی سربی ولایت کابل آغاز شد. معاون اقتصادی رئیس الوزراء با اشاره به ارزش انرژی پاک میگوید که جای خرسندی است که امروز در افغانستان یک پروژه انرژی پاک آغاز می شود که نه تنها در بخش حفظ محیط زیست مقاومت کشور را افزایش داده و بخش از نیازمندی افغانستان را مرفوع می سازد. افغانستان له پخوا راهیسې په وارداتي برېښنا متکی دی او زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کیږي، په داسې حال کې چې له بهر واردونکي برېښنا له یوې خوا د هیواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کیږي. له همدې عمله د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هیوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي. معاون اقتصادی ریاست الوزراء می افزاید که با عملی ساختن این گونه پروژه های تولید برق، مقدار سرمایه گذاری، ظرفیت تولید و سطح استخدام را بلند می برد و همچنان از بیرون شدن اسعار از کشور جلوگیری خواهد کرد که می تواند در رشد اقتصاد کشور به صورت چشمگیر کمک نماید. دیزای ملگور ملتونو او د پاک انرژی ملاتل کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسولیت لمکه ځخ کوم چې له افغانستان سره د پاک انرژي د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي او په هیواد کې متوقفې سوي پروژې له سره پیل کړي، ځکه افغانستان له یوې خوا له نړیوال اقلیم څخه متضرر دی او له بلې خوا د نړیوال اقلیم په تخریب کې په هیڅ ډول سهیم نه دی. تاجران ترکی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند و می خواهند که در بخش ساختمان و زیربناهای اقتصادی سرمایه گذاری کنند و ما این روند را حمایت می کنیم. آقای برادر از سازمان های حامی انرژی پاک می خواهد که در بخش تولید انرژی پاک با افغانستان همکاری لازم نموده و کار پروژه های ناتمام در این بخش را آغاز نمایند، زیرا به گفته او
افغانستان از جمله کشورهای جهان است که از تغییر اقلیم متضرر شده، در حالی که در تخریب اقلیم هیچ گونه فعالیت را انجام نداده است. در پروژه تولید برق 22.75 میگاوات برق، شرکت 77 ترکی و یک شرکت داخلی 18 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد که کار آن در جریان یک سال تکمیل و تا حد مشکل کمبود برق پارک‌های صنعتی کابل و شهروندان را حل خواهد کرد. اخیستن ته چمتوسی مو به وکولای سوسی هاغه مشکلات سی ووز د برخنا په سیستم کې مو کابل کې لرو تر ډیره حد به اوربند حل سی ان شاء الله. او د راتلونکو پلانونو لپاره هم زیر درکو سی موږ مختلف پلانونه لرو او په عملی کولو باندې موږ کار کوو جدی په دې برخه کې. او په دې برخه کې به ان شاء الله نستړی کیدونکو حالې ځلې کوو تر څو موږ په دې باندې وتوانیږو چې ټولو هیوادوالو ته کافی مناسبه برخنا ورسو. از سوی دیگر معاون اقتصادی ریاست الوزراء از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می خواهد که در بخش تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنند و آنان نیز تسهیلات لازم را فراهم می کنند. در نشست کمیسیون سیاسی به رهبری معاون سیاسی رئیس الوزراء، تطبیق پروژه های بزرگ منطقوی، امنیت مناطق سرحدی، بهبود وضعیت اجتماعی و تحکیم روابط با شماری از کشورها مورد بحث قرار گرفته است. در این نشست تاکید شده که امارت اسلامی بر تامین امنیت سرحدات و بنادر آماده است و همچنان امکان استفاده خاک افغانستان بر ضد دیگران را به کس نمی دهد. اعضای نشست همچنان از دعای برحق فلسطین حمایت کردند. نشست کمیسیون سیاسی بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء در قصر سپیدار برگزار گردید. بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه محور این نشست بوده. در این دوره نشست کمیسیون سیاسی، لایدرسیز قوای مسلح، موین ارشد وزارت امور داخله، سرپرست اداره سرمیاشت، سرپرست وزارت امر به معروف نهی از منکر، رئیس عمومی اداره امور و شمار دیگر از مقام های امارت اسلامی حضور داشتند. دین است که د سیاسی کمیسیون غړو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری پسیحدین پیترت او د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال مولوی محمد ابراهیم صدر هم حضور درلود. د افغانستان او سیمې په سیاسي او امنیتي وضعیت خبري وسوې. در این نشست تطبیق پروژه های بزرگ منطقوي، امنیت مناطق سرحدی، بهبود وضعیت اجتماعی و تحکیم روابط با شمار از کشورها مورد بحث قرار گرفته. همچنان تاکید شده که امارت اسلامی بر تامین امنیت سرحدات و بنادر آماده است و امکان استفاده خاک افغانستان را به کس نمیدهد. بدین است که د جنرال مخی په ورسپارسو موضوعات و دستور سیمه ایزو پروژه په عملی کولو د سرحدي سیمو د امنیتي او ټولنیز وضعیت د لاشوالي او لویش مر هیوادونو سره د سیاسي اړیکو په پیاوړتیا بحث وسو. د سیاسي کمیسیون په دې ناسته کې ټینګار وسو د افغانستان د خپلو سرحدونو او بندرونو د امنیت د تامین لپاره چمتو دی او هیچا ته له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ضرر متوجه کېدو اجازه نه ورکوي. اما سیاستگران میگویند که تحکیم روابط افغانستان با جهان وابسته شده به ارج‌گذاری به حقوق بشر، گشودن دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و برداشته شدن وضع محدودیت‌ها از صدر راه زنان. پیشنهادات جهانیان و کشورهای همسایه در ایچه تحصیلات را برای دختران باز کردن و در کار را برای خانم‌ها باز کردن، برای مشروعیت خود طالبان اقلن لجرگی دایر شود که از زمان ادرس قانون اساسی و روابط بین المللی تصویب شود و جهان طالبان را به رسمیت بشناسد، کشورهای همسایه روابط نیک دیپلماتیک با طالبان تامین بکنند. اعضای کمیسیون سیاسی همچنان در این نشست بر افزایش بحران در خاور میانه ابراز نگرانی و از دعایه بر حق مردم فلسطین پشتیبانی کردند. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با شماری از علما و متنفذین اهل تشیع گفته که امارت اسلامی به مشکلات و خواستهای آنان رسیدگی می کند. معاون اداری رئیس الوزراء از علمای اهل تشیع خواسته تا حقایق را پیام رسانی کنند و برای ارتقای سطح آگاهی مردم بکوشند. عبدالسلام حنفی تاکید کرده که باید در آبادی و ترقی کشور متحدانه تلاش شود، زیرا با گفته وی افغانستان خانه مشترک همه ساکنان آن است. علما و متنفذین اهل تشیع نیز در این دیدار بر حفظ اتحاد و همبستگی میان مردم کشور تاکید کردند. دیدار معاون سیاسی و اداری رئیس الوزراء با شمار از علما و متنفذین اهل تشیع، اما در نشست های مجزا.
معاون سیاسی رئیس الوزراء گفته که امارت اسلامی از همکاری علمای شیعه با دولت سرپرست مطمئن است و تلاش میکند تا به نظر و مشوره های آنان به موقع گوش داده و برای مشکلاتشان رای حل را دریابد. مولوی عبدالکبیر تصریح کرده که ادارات اماراتی به خاطر حل مشکلات آنان دست به کار خواهند شد و به خواستهایشان رسیدگی صورت میگیرد. ارگ در خبرنامه نوشته که علمای اهل تشیع در این نشست گفتند که در بخش‌های گوناگون با امارت اسلامی همکاری می‌کنند، اما در برابر آنان بر همکاری بیشتر دولت سرپرست با مردم تاکید ورزیدند. در ریاست الوزراء سیاسی مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب راغلو مخاورو او علما او ته د هر کلی ترڅنګ وویل د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین دنده او مسؤلیت لري چې د خلکو ستونزې واوري او دغو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدنه وکړي. او د دې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې دغه ستونزې سره راغلو مشرانو شریکي کړي، هغو ستونزو ته به هم د امکاناتو تر حده رسیدنه وسي. اما معاون اداری رئیس الوزراء از علمای اهل تشیع خواسته تا حقایق را پیام رسانی کنند و بر ارتقای سطح آگاهی مردم بکوشند. عبدالسلام عنفی تاکید کرده که باید در آبادی و ترقی کشور متحدانه تلاش شود، زیرا افغانستان خانه مشترک همه ساکنان است. متنفذین شیعه نیز بر حفظ اتحاد و همبستگی میان مردم کشور تاکید کردند. این نه تنها که در رفع مشکل آنها و شنیدن مشکلات آنها مسیریت و مفیدت داره، بلکه اعتماد مردم را به امارت اسلامی بیشتر و زیادتر می سازه و مردم مطمئن میشن و خوشنود میشن و یک فضای اتحاد و اتفاق بین اقوام هم ایجاد میشه. این نخستین بار نیست که مقام های امارت اسلامی با علما و متنفذین اهل تشیع و دیدار و به گفتگو می نشینند. بیشتر نیز مولوی عبدالکبیر و علمای شیعه دیدار و روی موضوعات گوناگون از جمله تأمین امنیت جان شهروندان در مراسم های مذهبی گفتگو کردند. ایران در سال گذشته آبی 300 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. سخنگوی صنعت آب ایران گفته است که بارش های خوبه که در اواخر ماه های هود و حمل در منطقه و افغانستان بریده سبب رهاسازی این میزان آب شده است. امارت اسلامی نیز میگوید که با توافق کمیساریای دو کشور حقابه ایران تامین شده است. فرهناز فریبرز گزارش میدهد. ظاهراً اختلاف ها میان کابل و تهران بر سر حقابه هلمند کاهش یافته و بوران های موسمی نیز نقش مهم در تامین حقابه ایران داشته است. چنانچه سخنگوی صنعت آب ایران گفته است که در سال گذشته آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شده که اطمینان داده افغانستان حقابه را تامین می کند. بارش های خوبه که در اواخر هود و حمل در منطقه و کشور افغانستان اتفاق افتاد سبب رهاسازی این میزان آب به سمت ایران شده که این میزان رهاسازی بر چاه نیمه های زابل مثبت بود و اطمینان خاطر درباره تامین آب ایجاد کرد. آنان طرحهای مهم برای تامین پایدار آب در منطقه در حال اجرا دارند تا وابستگی به آب هلمند از افغانستان کاهش یابد. وزارت انرژی و آب افغانستان نیز میگوید که در نشست های مشترک که کمیساران دو کشور داشتند حقابه ایران تامین شده است. کمیسارانو په نوبتی وروسته ناسته که له ایرانی لوری سره د ورغلو اوبو ارقام شریک شوي دي. د دوی حقابه په بشپړ ډول تامین شوي ده. ایران و افغانستان 50 سال پیش مائده مربوط به حقابه را امضا کردند که افغانستان بر اساس آن باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را به ایران بدهد. این گونه که برخی از آگاهان میگویند این مقدار آب برای یک سال معمولی در نظر گرفته شده است، اما در صورت خشکسالی و نبود آب در دریای هلمند میتوان این مقدار کاهش یابد. ما فکر میکنم که تا وقتی که ما شفافیت در مائده آب هلمند با وجود نبیاریم، تا وقتی که ایران آب و به حساب و به اساس پروتکل دریافت نکنه، همیشه دریچه ابهامات و دریچه منازعات باز میپاشه و این ابهامات و منازعات خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین سفارش ما به تمام حکومت های افغانستانی است که شما شفافیت در تطبیق مائده به وجود بیارین تا بالاخره به این ابهامات و منازعات نقطه پایان گذاشته شود. در دو سال اخیر یکی از موضوعات جنجالی میان ایران و افغانستان مسئله حقابه بوده است، هرچند که تامین حقابه ایران به بارش باران و برف دارد، زیرا در سالهای اخیر افغانستان خود دچار کمبود آب شده و خشکسالی ها پیامدهای منفی بر وضعیت افغانستان داشته است. هنرمندان هنر خطاطی در هرات نمایشگاه آثار خوشنویسی را برگزار کردند.
در این نمایشگاه بیش از 60 اثر خطاطی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شده که هنرمندان از انواع خطوط اسلامی کار گرفتند. مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند هدف آنها معرفی اثرهای هنری و بازتاب استعدادهای خوب هنرمندان بخش خطاطی و خوشنویسی است. آثار از هنر خطاطی زیر نام حدیث نی در انستیتیوت مسلکی استاد کمالالدین بهزاد به دید عموم گذاشته شده است. تابلوهایی که بیشتر با خطوط نستعلیق، نستعلیق شکسته، نیایش و خط کوفی قرن اول اسلامی مزین گردیدند. این نمایشگاه فرصت مناسب برای شرکت کنندگان فراهم ساخته تا بتوانند هنر و استعداد خود را نشان دهند. آثار از هنر خطاطی اسلامی می باشد در اینجا به نمایش گذاشته شده. حدود 61 اثر خطاطی ما در اینجا به نمایش گذاشته شده که در آنها از خطهای نستعلیق، خط نستعلیق شکسته، خط نیایش و خط کوفی قرن اول استفاده شده است. برخی استادان هنر خطاطی می گویند علاقمندی مردم نسبت به هنر بسیار کم شده است. از این گونه نمایشگاه ها استقبال خوبی نمی شود. از طرف دیگر عدم حمایت دولت از هنرمندان سبب شده است تا مردم هنرهای اصیل هرات را فراموش کنند. اگر ما بخواهیم که هنر خطاطی امروز با 5 ده پیش مقایسه بکنیم، با بضاعت گفته میتونیم که 100 درجه از 5 ده پیش امروز هنر خطاطی بیشتر رشد کرده. گرچه حمایت دولت ها نبوده ولی هنرمندا خطاطا رسالت خود دانستم و آمادم و متنعی خود کار کردم و این هنر رشد دادم. مهمترین مشکل صدر راه هنرمندان معمولا مسائل اقتصادی هست که بازار فروش وجود نداره، که اگر مثلا بازار فروش وجود داشته باشه خود طبیعتا هم هنرمند باید از میشه که رشد داشته باشه، اثر فروش میرسه، تشویق میشه. این مسائل هنرمندان هنر خطاطی میگویند برای معرفی اثرهای خوشنویسی و بازتاب استعدادهای هنرمندان کار اساسی صورت نگرفته است. به خاطر رشد و شکوفایی این هنر نیاز است تا مسئولان دولتی زمینه اشتراک هنرمندان را به نمایشگاه‌های بین المللی فراهم بسازند. اخیراً اقدامات و کنش‌های بسیار مؤثر هنری و فرهنگی در سطح شهر ما و شما وجود دارد و فعالیت‌های هنرمندان قابل قدر است. بناهن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از هر کنشگری و فعالیت هنری و فرهنگی حمایت میکنه. هنر خوشنویسی از هنرهای اصیل اسلامی است که طی سالهای گذشته به رشد و شکوفایی رسیده، اما عدم حمایت دولت و بیتوجهی به هنرهای اصیل هرات سبب شده تا هنرمندان نتوانند کارهای هنری خود را به جهان معرفی کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که خبرنگاران در این ولایت با هیچ محدودیت مواجه نیستند و تمامی اطلاعات به موقع در دسترس آنان قرار میگیرد. رئیس این اداره میافزاید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هیچ تخطی و یا موارد خشونت در برابر خبرنگاران در این ولایت صورت نگرفته و رسانه ها و خبرنگاران مطابق پالیسی امارت اسلامی فعالیت میکنند. در این حال شماری از خبرنگاران میگویند که در زمینه دسترسی به اطلاعات مشکل وجود ندارد و آنان میخواهند مشکلات اقتصادی رسانه ها حل شود. بدخشان در حوزه شمال شرق از ولایت هایی است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هیچ رسانه‌ای در این ولایت بسته نشده و تمام رسانه های تصویری، چاپی و صوتی به فعالیت های خود تا هنوز ادامه دادند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ میگویند که مطابق پالیسی امارت اسلامی از خبرنگاران و رسانه ها حمایت میکنند و تا هنوز هیچ مورد تخطی از سوی رسانه ها و خبرنگاران صورت نگرفته و هیچ مورد تهدید و یا خشونت در برابر خبرنگاران به سر نرسیده است. بدخشان یکی از ولایت های استثنایی است که تا هنوز هیچ نوع خشونت علیه خبرنگاران را ثبت ندارد و همیشه ریاست اطلاعات و فرهنگ در بدخشان کوشش کرده است که چالش هایی که سد راه خبرنگاران است اونا را بردارد و ما همیشه با خبرنگارها هماهنگ بردیم و انشاءالله کدام مشکلات جدی در بدخشان مشاهده نمی شود و اگر هم مشکلاتی باشد انشاءالله ما او را به اسرع وقت حل می سازیم.
خبرنگاران نیز از برخورد مقام های این ولایت با آنان راضی هستند و میگویند که نسبت به گذشته روند اطلاع رسانی بهبود یافته و حالا هیچ محدودیت به خاطر کار خبرنگاری وجود ندارد و اطلاعات به موقع در دسترس خبرنگاران قرار میگیرد. ما در گذشته ها ما در یک قسمت با چالش های زیادی روبرو بودیم، با یک تعداد نهادهای دولتی مراجعه میکردیم، آنها اطلاعات به موقع به دسترس ما خبرنگارا قرار نمیدادند، اما خوشبختانه در چند ماه پس این دسترسی به اطلاعات در بدخشان خوب شده و ما به هر نهاد دولتی که مراجعه کنیم و گزارش نیاز داشته باشیم، مصاحبه که نیاز داشته باشیم، بسیار به شکل خوب میتونیم که اطلاعات را کسب کنیم. مشکلات کلان خبرنگاران که حق دسترسی به اطلاعات بود حل شده و ما خبرنگاران با اگر خواسته باشیم به هر اداره جهت کسب معلومات یا اطلاعات برویم، قبلا هماهنگی میکنیم، هیچ نوع مشکلی نبوده و خوشبختانه ما تا هنوز هیچ خبرنگاری ما از سوی نهادهای امنیتی در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات و در رابطه با معلومات تا هنوز تهدیدی نشده، بازداشت نشده و ما میتونیم اطلاعات ما را به شکل درست و نرمال به دست بیاریم. مسئولان رسانه‌های محلی میگویند مطابق پالیسی امارت اسلامی نشرات آنان ادامه دارد، اما با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و حکومت می‌خواهند از آنان حمایت کنند. در 6 ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت زابل 10 جریب زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کردند. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که در پیوند به کشت کوکنار 65 تن هم بازداشت شدند. با این حال دهاقین در زابل میگویند که امارت اسلامی آنان را در فراهمسازی امکانات کشت بدیل کمک کند. این مزارع تازه رسیده کوکنار در ولایت زابل است که از سوی نیروهای امنیتی تخریب می شوند. مسئولان امنیت این ولایت می گویند که در 6 ماه گذشته 220 جریب زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کردند و عملیات تخریب مزارع کوکنار همچنان ادامه دارد. با گفته پلیس ولایت زابل در پیوند به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بیش از 70 تن بازداشت شده است. روان کال یعنی د سوال سو درې کال د پیل څخه تر همدې مهال د شپږ میاشتې موده کې په زابل ولایت کې 260 جریبه د کوکنار او بانګو کښ له منځه تللی دی. همدارنګه په تړاو یې 15 تنه نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په یاده موده کې په زابل ولایت کې د عمانو یا یو ډول نشه یي توکو بوټي تقریبا 300 کیلو ګرامه نیول شوي دي. په تړاو یې 8 تنه نیول شوي دي. همدارنګه په زابل ولایت کې په نشه یي توکو روږدي کسان 60 تنه نیول شوي دي، د درملنې په موخه باندې صحي مرکز ته معرفي شوي دي. به گفته آقای جوهر در پیوند به 70 مورد جرایم جنایی در این ولایت 108 تن بازداشت شده که اکثرا جرایم مانند سرقت، قتل و دشمنی های شخصی بوده است. روان سوار لسوا دری کل لفیل سخه تر همدیه محل چفر میاشت موده کیجی یوازنی اویا پیش جنایی پیش بلا بیلی پیش سیویدی چپتراوی یه سلاته تن نیول سیویدی در یاد پیش ساحوت مرامنتی زواکونو پر وقت رسیدکی کرده و پیش یه کنترول کرده. باید ووایو چې زابل ولایت یوازنی هغه ولایت دی چې د کورنۍ چار وزارت د سروې له مخې یاد ولایت لومړنۍ درجه هغه ولایت دی چې جنایي پیښې د 10 ولایتو په پرتله باندې پکښې خورا ټیټې دي. از سوی دیگر شمار از دهاقین در زابل میگویند که حکومت آنان را در ارائه کشت بدیل همکاری کند تا آنان بتواند حاصلات خوب به دست آورند. زراعت هم نست، زیاد هم کمزوری ده پر دو سوه مانه بندیم سلمانی داخل سر کال اگر چولی اسلابی او بیول بوده سیم من اسلابی او برای زیاد غویول دن زکو بون و چی دی یه وینش و دوای وینش دی و یه وینش و دوای وینش بند کم خواهی کرد مرد یو غریبانا نیو لی دلی خالق واقعا بند یه شام نکیج پی وینش بند یه دوای وینش بند یه شام نکیج خالق دادیر سخت استند سر مخامختی باید لمس را شکوم کنم وسی. پس از آن که کشت کوکنار در کشور ممنوع شد، اقتصاد دهاقینی که کوکنار کشت می کردن نیز تضعیف شده است. حالا اما دهاقین می گویند که باید حکومت آنان را در بخش توزیع تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و وسایل زراعتی همکاری کند.
بازم خوش آمدید. سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس اجرایی پروژه تاپی در مورد این پروژه گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در این دیدار در مورد تسرع کار، ساخت کمپ ها، فرصت های کاری برای مردم محل، تقسیم گاز و استملاک زمین های مردم گفتگو شده است. هدایت الله بدری گفته است که آنان آماده همکاری برای تسرع کار این پروژه هستند. دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس اجرایی پروژه تاپی. هدایت الله بدری در این دیدار با مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی و تیم‌های تکنیکی شرکت‌های ترکمنگاز و تاپی دیدار نموده و در مورد تسرع کار عملی پروژه‌ها، ایجاد کمپ‌ها، فراهم‌سازی فرصت‌های کاری برای مردم محل، اعطای بورسیه‌های تحصیلی، ایجاد شبکه توزیع گاز در شهر ایراد و تکمیل استملاک زمین‌ها گفتگو کرده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم بر روند تسرع کار پروژه تاپی تاکید نموده و از همکاری این وزارت در راستای تسرع کار این پروژه اطمینان داده است. په دغه لیدنه کې د تاپی پروژې اړوند مختلف موضوعاتو باندې بحث او خبرې وشولې. په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د دغې سترې پروژې د کارو پر چټکتیا، د دغې پروژې په مسیر کې د نوو کیمپونو د ایجادولو، د ګازو د ویش او افغانانو ته د کاری فرصتونو تحصیل بورسونو پر برابرولو خبرې اترې او بحثونه وشول. قانون پټرولیم وزارت سرپرست ډاډ ورکړ چې یاد پروژه د افغانستان او سیمې لپاره خورا مهمه ده. یاد وزارت په دغه پروژه کې د هر راز همکارۍ لپاره چمتو ده. به گفته برخی از آگاهان، پروژه تاپی تاثیرات مثبت چشمگیری بر اقتصاد افغانستان دارد و با ایجاد این خط لوله منابع جدید برای عواید از طریق صادرات نفت و گاز فراهم می شود. به گفته آگاهان، افغانستان می تواند از عواید این پروژه در بخش های زیربنا سرمایه گذاری کند. دی تاپی پروژه در افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان لپاره خورا ارزښتمنه پروژه ده. د افغانستان لپاره سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې لري. دغه پروژې سره د افغانستان سیمې او ټولې منطقې امنیت تضمینېږي او افغانستان له دغو څلور هیوادونو سره وصل کوي چې د خپله د افغانستان په ثبات او امنیت او اقتصاد باندې مثبت اثر کوي. کار عملی پروژه تاپی چند پیش با حضور مقام‌های ارشد دو کشور آغاز شد. این پروژه یک از پروژه‌های منطقه‌ای مهم است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. با تکمیل کار این پروژه افغانستان می‌تواند میلیون‌ها متر مکعب گاز دریافت کند و سالانه پیش از 400 میلیون دلار حق ترانزیت به دست بیاورد. در ادامه خبرهای اقتصادی، مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان میگویند که با همکاری مالی یک نهاد کمک کننده برای بیش از 13,000 تن از دهاقین در شهر ایبک و ولسوالی های این ولایت تخم اصلاح شده یک گندم و کود کیمیاوی توزیع کردند. از سوی هم دهاقینی که از این کمک ها مستفید شدند با ابراز خرسندی میگویند که با کشت این تخم ها حاصلاتشان افزایش خواهد یافت. مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان میگویند که به همکاری مالی یک مؤسسه برای بیش از 13,000 تن از دهاقین در شهر ایبک و ولسوالی های این ولایت تخم بذری گندم همراه با کود کیمیاوی توزیع نمودند. در این گندم مواد زدگی است. مواد زدگی است، این برای خوردن نیست، این برای فروش نیست. بسیار احتیاط کنین. در هر جایی که زمین دارین این چرا گندم را در زمین کش کنید و او کودی که به همراهشان به شما داده میشه او را به همراهشان استعمال کنین و یک حاصل بسیار خوب با ثمر شما بگیرین. شما امروز شاهد توزیع تخم های اصلاح شده گندم در ولایت سمنگان هستین که مساله وزارت زراعت در قسمت رشد پیشبرد محصولات زراعتی برنامه خاص خود می داشته باشه، از جمله گندم که امروز ما در ولایت سمنگان شاهد توزیع می باشیم. در سطح ولایت سمنگان توسط دفتر محترم اکشنید که تصحیح کننده ای هستند 13,900 دیاقین گندم تخم اصلاح شده توزیع میکنه. برای هر دیاقین یک بوری گندم، یک بوری کود سیاه و یک بوری کود سفید توزیع میشه. از سوی هم دیاقینی که از این کمک ها مستفید شدند خرسند هستند و میگویند که دیاقین بیشتر از این حمایت شوند. یک بوجی گندم و دو بوجی کود، یک بوجی آن سیاه و دیگر سفید که هر ده هر بوجی آن یا ده هر بوری آن
50 کیلوگرم مواد هستند. امروز به فضل خدای مواد اصلاح شده است. بر دهقان یک خوبی که تخم اصلاح شده ای است که از آفات، امراض، دیگه از خطرات خشکی و بیگرنمان ای در امان است. اینجا آمدیم به خاطر اینکه ما تخم اصلاح شده میته. یک بوجه گندم اصلاح شده است، یک بوجه کود سیاه و یک بوجه هم کود سفید. به خاطر اینکه ما از این حاصلات خوبتر گرفته بتونیم، در زمین ها کشت میکنیم، همین پیداوار مهم زراعتی سمنگان هم یعنی گندم است دیگه حاصلاتش. دیگه به مخاطر چون فصلش همین وقت است شش ماه بوده، به خاطر شش ماه بودنش رو وقت‌تر میتن که ما میزان است میگیریم میره زمین ها ضرر میکنیم بخیر. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی مسئولان ریاست زراعت سمنگان، حاصلات گندم این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته 60% افزایش یافته است. نرخ ارزها. این بود خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه